بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و مهربانان فارسی زبان. عزیزان بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید انشالله که در هر کجای از این کره خاکی که هستید انشالله صحتمند سلامت جانجور تیار باشیم در پناه خداوند مهربان زیر سایه بزرگترهای خانواده زندگی خوب و خوش داشته باشین انشاءالله. عزیزان شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 شماره تماسی است که به برنامه خودتان برنامه روشنا اختصاص داده شده و شما عزیزان میتونید که اگر کدام سوال در مورد موضوعات برنامه از کارشناسان محترم برنامه دارید و یا اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد در مورد برنامه خودتان دارید از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید در جریان بگذارید. بسیار خوش میشیم که پیشنهادات انتقادات و سوالات شما را ببینیم. یک روز دوشنبه دیگه است و باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی هستیم و از حضورشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان برنامه روشنا. امیدوار هستیم که همه ایام خوبی را سپری کنیم انشاءالله. بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز، همطور که شما عزیزان میدانید در روزهای دوشنبه با خانم دکتر بیانی در مورد کسب و کار مؤمنانه صحبت میکنیم و این مسئله در جلسات قبل تبیین شد که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است که تلاش بکند برای به دست آوردن روزی حلال و همچنان خانم دکتر در مورد شیوه های مختلفی از کسب و کار که در روایات و در منابع دینی به این شیوه اشاره شده و تاکید شده هم برایشون اشاره کردند، بیان کردند و توضیح دادند. انشالله در این قسمت برنامه میخوایم در مورد شیوه‌ای مصرف صحبت بکنیم، چون خانم دکتر بالاخره یک پولی که به دست انسان میاد از حاصل تلاش انسان است، حاصلی است که مدت ها وقت میگذاره، یک کسب و کاری را راه اندازی میکنه و هدف است که یک پول و یک پیسه به دست بیاد. این پول و پیسه بالاخره قرار است در یک جای خرج شود. کسی پول و پیسه را برای که انبار بکنه به دست نمیاره و اگر چنین کاری بکنه یک کار غیر معقول محسوب میشه و هر کسی هم نگاه بکنه ببینه یک نفر پول فراوان داره، امور گنجینه کده، ذخیره کده، در یک جای نگه داشته و مصرف نمیکنه، به نظر بقیه کار درستی نمیرسه و قطعا نیسته. پول و پیسه برای خرج کردن است، برای که انسان بتونه بهره بیشتری از این دنیا ببره. سوال ما است که آیا در منابع و مصادر دینی از ما خانم دکتر اشاره شده برای که این پول و پیسه که شما از کسب و کار حلال به دست آوردین را به چه شیوه مصرف بکنید و در چه جایگاه های خرج بکنیم؟ بله، ما یک دسته روایات داریم که درباره شیوه مصرف و خصوصا تقسیم بندی مصارفی که افراد انجام میدن وجود داره. ای که یک مصرف میتونه مصرف در راه حلال باشه و یا یک مصرف میتونه صحیح باشه یا ای که نباشه، در مورد اینها هم ما روایت بسیار زیاد داریم. اما قبل از اینکه ما وارد مصرف که رفتار شاید خردتر باشه، یک رفتار جزئی تر باشه، ما وارد این بحث شونیم، یک بحث دیگه که به نظر من میاد که جا داره که اشاره شود، بحث ای است که قبل از اینکه ما مصرف کنیم باید که یک توزیع امی ثروت اتفاق افتاده باشه. یعنی من یک مالی داشته باشم که او را مصرف کنم، وگرنه چطور میتونم که مصرف کنم؟ فرض کنید که من یک فردی هستم که در امی وضعیتی که الان هست که بیکاری زیاد است، من بیکار هستم، خب مالی در دست از من نیست که من بخوایم که او را مصرف کنم. قبل از او در امو سیستم رفتار اخلاقی و اجتماعی که ما باور داریم که در منابع دینی ما بر او تاکید کرده، باید با ما به عنوان فردی که فعلا بیکار هستم، فعلا شاید پوانتون و دانشگاه تعطیل باشه و فعلا معاش نداشته باشم، برای ما باید یک منبع مصرف تعریف شوه و او بر اساس امو سیستم توزیع است که اسلام
ولی در سطح کلانتر شاید بتانم بگم که در نظام اقتصادی، اما فعلا بحث ما اخلاق است. در ما نظام اخلاقی و توصیه های اخلاقی ببینیم که چطور برای ما به عنوان فردی که فعلا معاش ندارم، فعلا اما سر وظیفه نمارم، و یا فعلا میبینیم که بانک ها بسته هستن، بله، و نمیتونم که ما ممکن است که بسیار پیسه داشته باشم و ذخیره داشته باشم اما فعلا دسترسی ندارم در مال. ببینیم که قبل از این که ما وارد مصرف شوم، آیا برای ما و برای فردی که در وضعیت ما قرار داره چیزی وجود داره در منابع دینی ما یا خیر؟ دکتر نمیدونم درست متوجه شدم یا نه، که شما میفرمایید که اگر مال و ثروتی در جامعه اسلامی وجود داره، این مال و ثروت باید بین افراد و جامعه اسلامی توزیع شود، بله، و همه در یک حدی از او بهره مند شود، بله، ولو اینکه کسی باشه که ربطی به اون مال و ثروت نداره، اون مال یک نفر، بله، دیگر است، این فرد یک فردی است که نیازمند است، بله، او فردی که مال داره باید در این سیستم توزیع مال خود قرار بده تا بقیه هم بهره مند شوند، بله، دقیقاً. یعنی ببینید که علاوه برمو روایاتی که ما انشاءالله حتما صحبت خواهیم کرد درباره اونها، قبل از اینکه ما بتانم که درباره شیوه مصرف صحبت کنم، باید که یک مالی در سیستم توزیعی که در جامعه اسلامی و در همون شبکه حمایتگری که بارها صحبت کردیم باید وجود داشته باشن. یعنی به یک معنا اسم کار برای او فردی که دارای اون مال هست مصرف محسوب میشه، بله، برای اون مصرف است و باز برای بقیه، بله، برای ما میفهمم که میتونه که حق ما باشه، من فعلا نیازمند استم و خداوند، خود خداوند فرموده که در اموال اغنیا حقی برای محرومان و نیازمندان قرار داده، این میتونه حق ما باشه و میتونه مقداری، شاید بتونم بگیم که مصرف مقداری از مال برای فردی باشه که فعلا دارا هست. من قبل به عنوان یک فردی که دارایی دارم و پول و پیسه دارم، قبل از این که بخوایم که تصمیم بگیرم که این پول و پیسه خود در کجا خرج کنم و مصرف کنم، باید، بله، که حق او افراد دیگره بدم در، بله، سیستم توزیع پول خود قرار بدم تا اونا بهره مند شوند. بله. به خاطر چی است؟ به خاطر این است که ببینید ما دستبندی مختلفی از حقوق داریم که خب شاید در فقه و در حقوق و در رشته های دیگه تبیین شود، اما در وقتی که وارد مباحث اخلاقی تر میشیم میبینیم که یک حق عام هست برای همه انسان ها که از نعمت خدا بهره بگیرن و استفاده کنن. بله. خداوند در آیات مختلفی از کتاب شریف قرآن و همینطور میبینیم که در روایات تاکید شده برای که یک نفر به عنوان انسان، به عنوان یک حتی موجود، یک جاندار حق داره که از نعمتهای خداوند استفاده کنه. اصلا زمین آفریده شده برای که در اختیار مسلمان ها، مؤمنان و انسان ها باشه، یک حق عمومی است. یک بارم است که ما یا شاید یک نفری باشم که بسیار زحمتکش باشم و تلاش بسیار زیادی داشته، بله، باشم و از امو دانشی هم که وجود داره استفاده کنم و بتانم که مال زیادی را به دست بیارم. ما به نسبت امی تلاشی که انجام دادم اولویت دارم در امون نعمتی که در دست آمده و حق ما است که نسبت به آینده و تصمیم گیری کنم. اما همزمان یک حق دیگه هم هر انسان و هر موجود داره بر اساس نیازی که داره. من نیاز به خوردن، پوشیدن و همینطور مسکن دارم و همینطور امنیت دارم. چون نیاز دارم، بس همونطور که نیاز هم دارم، حق هم دارم که امی نیازی از ما برطرف شوه. و کسی که دالش میگرده که این نیازی از ما را برطرف کنه، وظیفه اوست که کار را انجام بده. به خاطر اینکه ببینید ما تلاش میکنیم که اموالی هم که به دست میآوریم از امو چارچوب اصلی که یک چارچوب مؤمنانه است، یک چارچوب دیندارانه است، خارج نشویم. و حتی اگر که دیندار هم نباشیم، وقتی که میبینیم که دیگری در سختی و مشقت و دشواری است، خب اما انسانیت شاید حکم میکنه که کمک کنیم. پس فعلا اگر که ما امیر بپذیریم که امی تقسیم بندی میتونه یک تقسیم بندی قابل قبولی باشه که یک حق عام داریم،
یک حق اختصاصی داریم برای افرادی که تلاش میکنن و زحمت میکشن در این نعمتی که به دست آمده و مالی که به دست آمده، و یک حق بر اساس نیاز داریم. افرادی که به هر دلیلی فعلا در وضعیتی هستند که نمیتونند نیازهای اولیه یک انسان برطرف بسازند، اینها حق دارند و حق آنها در اموال اما مالدارها هست، اما افرادی که اغنیا هستند. بله خانم دکتر، همطور که شما اشاره هم کردن پیشتر، در این شرایط که به ویژه در کشور از ما که شرایط بسیار شرایط پیچیده ای شده و بسیاری از مردم دسترسی خود به اموال خودشان از دست دادن، بسیاری از مردم شغل خودشان را از دست دادن یا حداقل جرأت نمی کنن به سر وظیفه خود برن، چون شرایط بسیار پیچیده شده و هیچ چیز معلوم نیست، یک گدودی خاصی کشور را در بر گرفته و بسیاری از مردم شاید نیازهای اولیه خودشان را برش در مانده باشن و نتانن که تأمین بکنن. خانم هایی که تا قبل از این در دانشگاه به سر کار می رفتن، استاد بودن یا جای دیگه و در شهر کابل تنها زندگی میکردند، آلی من شنیدم که در خانه خود جرات نمیکنن باز کنن. این خانم حتی جرات نمیکنه که به خرید بره، یا شاید هم پول و پیسه نداشته باشه، پولش در بانک بوده. بله. و شرایط یک شرایط ناامنی خاصی هم شده و حتی اگر ناامنی نباشه یک ترس خاص شده که مردم جرات نمیکنن که نیازهای خود را تامین کنن یا نمیتونن. فکر میکنم در این شرایط این مسئله و توجه به این مسئله که در مال از ما یک حقی برای دیگران هست و ما باید این مال را در سیستم توزیع قرار بدم، اگر ما میخواییم که یک زندگی مؤمنانه داشته باشم و اگر میخواییم بر طبق اسلام حرکت بکنم، یا اگر در ما قدرتی وجود داره که میتونم امنیت را تأمین بکنم و دیگران احساس ناامنی میکنن، پس وظیفه از ماست که امنیتی دیگران را تأمین بکنم. قطعا شاید بتانیم که از این شرایط سخت حداقل با آسیب کمتری عبور بکنیم. بله. البته ما میفهمیم که امی مردم ما و امین وطندارای ما تا به حال شرایط سخت بسیار زیادی را تیر کردن. بله. بله. و تانستند که ثبات خود را حفظ کنند و البته ما دیدیم در شرایطی شاید بدتر از این شرایط هم همه با هم دیگه کمک کردند و تلاش کردند که تا جایی که میتونند دست دیگر را بگیرند. و خب چون بحث ما درباره کسب و کار است، درباره امور اقتصادی است و خب فعلا مواجه هستیم با این قضیه، گمان ما هم همی است که اگر توجه داشته باشیم که به هر حال هر کدام از ما میتونیم که شاید روز آخر زندگی از ما باشه و به همین نکته توجه کنیم که این مال و اموال را ما نمیتونیم که با خود خو ببریم، بلی خب چی بهتر که همین یالی که فعلا میفهمیم که حق دیگران در اموال ما هست، خداوند میفرماید که در اموال آنها حقی است برای سائل و محروم، برای کسی که نیازمند است. متن صریح آیه قرآن است دیگه و ما به عنوان مسلمان اگر فعلا دسترسی داریم تمام تلاش خود را بکنیم که کمک کنیم، که اگر که ترسی وجود داره، چون ببینید بسیاری از مشکلات ما میتونه که به خاطر ناامنی روانی باشه. بله. و اگر یکی از این ناامنی های روانی میتونه ناامنی و ترس نسبت به دسترسی به اموال باشه، به می حتی اموال زیاد هم نه، امی که ما نتانم که یک 10,000 افغانی دارم 20,000 افغانی دارم امرو رو بگیرم و برای خانواده از خود نان بخرم، امی ترس شاید یک ترسی باشه که شاید سختی و آسیب امی ترس بیشتر باشه از سختی انتحاری و سختی و وقتی که ما در حتی یک جنگ باشیم. بله. پس میتونیم که با همدیگه کمک کنیم از این طریق که ما میبینیم که اگر که فعلا در این شرایط افرادی هستند که میخوان که خانه خود رو تبدیل کنن، میتونیم اونجا کمک داشته باشیم و بالاخره اگر که چه انفاقی داریم و یا چه یک پرداخت واجبی ممکن است که ما داشته باشیم، یک حق واجبی ممکن است که باشه که ما رو پرداخت کنیم، خواهم اینا رو در نظر بگیریم. و ما یا در بسیاری از اوقات هست که ما میبینیم که امیال
بسیاری از افرادی که در من اطلاع دادن گفتن که ما شاید 3 ماه معاش نگرفتیم یا 2 ماه معاش نگرفتیم، خب یک نفر چطور میتونه که زندگی کنه؟ خب بهتر است که تلاش کنیم که پرداخت کنیم. یعنی اگر من یک کارفرما هستم، من کسی هستم که چند نفر به عنوان کارگر یا به عنوان افرادی که معاش میگیرند در تایید از من هستند، تلاش کنیم که زمینه پرداخت را فراهم کنیم، حداقل حقوقشان را، بله. حقوقی که بر ما واجب است که پرداخت، بله. بکنم، ما را تلاش بکنم که زودتر انجام، بله. بدیم. پس ما همین کارم، همین سیستمی که فعلا گمان میکنیم که یک سیستم اخلاقی هم هست برای حمایت افراد در جامعه، به خاطر یک هدف ایجاد شدن. هدف اصلی که من فکر میکنم که وجود داره و در تعالیم دینی هم بسیار بر او تاکید شده ای است که یک فضای عادلانه ایجاد شود. این فضای عادلانه و ای که ما هم به عنوان خود، به عنوان یک انسان که یعنی نعمت حیات را گرفته، بله. بتانیم که از منابع ثروتی که در جامعه وجود داره، خصوصا در شرایط سخت تر، لااقل به اندازه نیاز خود خود استفاده کنیم. این عدالت یک میل فطری است. یعنی انسان ها در هر جایی که باشند، در هر فضایی که زندگی کنند و با هر دین و آیینی که باشند، میل دارن به سمت ای که یک برخورداری عادلانه از منابع، از ثروت و از شرایطی که در جامعه وجود داره داشته باشن. وقتی که منبع و توزیع منبع یک توزیع عادلانه باشه، اگر که درآمد یک درآمد و یک توزیع درآمد عادلانه باشه، اگر که ما بر اساس همو معیارهایی که قبلا داشتیم و راههایی که در جلسات پیش داشتیم به یک ثروتی دست پیدا کردیم و او ثروت یک ثروت و یک ثروت به دست آمد و یک توزیع عادلانه بر همو ثروت اتفاق بیفته، ما میتونیم بگیم که یکی از امیال فطری که انسان داره که همون میل به عدالت خواهی و عدالت ورزی است میتونه که تأمین شوه. یعنی یک خواست بشری که خداوند در می بشر قرار داده. بله، اتفاقا خانم دکتر، وقتی که در مورد جهان بینی اسلامی یا جهان بینی دینی هم مطالعه میکنیم، چه در دین اسلام، چه در دین یهود، چه مسیحیت، دیگه ادیان الهی را بررسی میکنیم، میبینیم که مهمترین و یا حداقل یکی از مهمترین اهداف در جهان بینی دینی همین مسئله است که عدالت اجتماعی برقرار شود و همه مردم در یک حد عادلانه از ثروت‌هایی که در جامعه وجود دارند بهره‌مند شوند. خب دکتر، اگر اجازه بدین یک میان برنامه رو ببینیم و باز بسیار زود برگردم. بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 فراموش نکنید. همین الان هم میتونید که اگر کدام سوال از خانم دکتر داشتید پرسان کنید، از طریق واتساپ بفرستید، حتما با سوالات از شما عزیزان پرداخته خواهد شد. یک میان برنامه کوتاه را میبینم و بسیار زود هم برمیگردم. سجاد علیه السلام همواره می فرمود: چگونه آب بنوشم و طعام بخورم و حالان که پسر رسول خدا را با شکم گرسنه و لب تشنه شهید کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزان و مهربانان همراهان خوب برنامه روشنا. همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی هستیم و از حضورشون استفاده میکنیم. خانم دکتر، بحث در مورد توزیع ثروت در جامعه اسلامی است و شما برای از ما بینندگان از ما توضیح دادین که باید یک سیستم توزیع در جامعه اسلامی وجود داشته باشه. حداقل از لحاظ اخلاقی ما باید خودمون را موظف بدانیم بر طبق آن چیزی که در منابع و مصادر دینی از ما وجود داره، که مالی که به دست میاریم این مال را در این سیستم توزیع قرار بدیم و بدانیم که در مال از ما، مال حلال و روزی حلالی که ما به دست آوردیم، مال در دستان از ماست، یک حقی برای دیگه افراد هم هست. یک مطلبی که من بسیار شنیدم و به نظر میاد که شاید که بسیار دقیق باشه، بله، است که این نفر پیام داد و گفت که من در یک کشوری هستم که یک کشور خارجی بود و ما هرچی که تلاش کنیم از یک سطحی، فرض کنید که ما مثلا تا 1000 یورو که تلاش میکنیم و زحمت میکشیم و مزد میگیریم، بله، شاید که 40% مالیات پرداخت کنیم. بعد از او هرچی که درآمد ما بالاتر روه، میزان مالیات ما هم بیشتر میشه. یعنی ما هرچی هم که پول بگیریم و هرچی هم که تلاش کنیم، باز میبینیم که یک مالیات بیشتری پرداخت میکنیم. ما فعلا کار ندارم دهی که این مالیات کجا صرف میشه و شاید کشورهای دیگه صرف میشه یا نه، ما فعلا دهی کار ندارم، اما همین نکته که فعلا مد نظر ما است ای است که یک نفر در یک جامعه هر چی که تلاش او بیشتر شونه، خدمت او در جامعه باید بیشتر شونه، به خاطر ای که یک سهمی برای جامعه در کار فردی وجود داره. اگر ما امین نگاه داشته باشیم، فرض کنید امین نگاه در جامعه ما هم باشه و بگوییم که هر نفر وقتی که تلاش او بیشتر میشه، در واقع سهم خدمتگذاری او به جامعه هم باید بیشتر شونه و پرداخت او به جامعه هم باید بیشتر شونه. همین نگاه اگر ما داشته باشیم، در هر وضعیتی که باشیم، چه فردی باشیم که کارگر باشیم، چه فردی باشیم که کارفرما باشیم، فرقی نمی کنه، در هر دو وضعیت احساس امنیت به لحاظ اقتصادی و مالی خواهیم داشت. اگر تلاش کنیم و زحمت بکشیم، خب بیشتر دست از ما میه، اما اگر که به هر حال نتانستیم و بیکار بودیم، باز هم تامین میشیم و باز هم امو سهمی که در اجتماع قرار گرفته از اموال و ثروت شامل ما هم خواهد شد. امی توزیع میتونه که موارد مختلفی را در بر بگیره. فعلا بحث ما توزیع مال بود، یعنی اگر مالی وجود داشت یک توزیع اتفاق بیفته، بله، و به خاطری که وضعیت اقتصادی ما فعلا بسیار شاید بتونیم بگیم نابسامان است، ما میخواستم که درباره این هم صحبت کنم که یک وظیفه دولت ها هم هست که نسبت به این توزیع نظارت داشته باشن و انجام بدن، اما فعلا چون ما یک ثبات حداقلی رو نداریم و در یک شرایط گذار هستیم، از این وظیفه میتونیم که تیر شویم، اما با امیر فقط توجه بدیم که دولت وظیفه داره که انباشت ثروت را مقابله کنه و وظیفه داره که تلاش کنه که به این سمت پیش بریم که ما یک مصرف بی‌رویه از افراد نداشته باشیم، یعنی هم انباشت ثروت نداشته باشیم و هم مصرف بی‌رویه نداشته باشیم، که این میتونه وسیله فعالیت های اجتماعی که اتفاق میفته و یا حمایت های اجتماعی که انشاءالله در آینده اتفاق میفته ما به این هدف برسیم، اما فعلا نمیتونیم که وارد بحث شویم. انشاءالله که در جلسات بعدی انشاءالله در آینده بتونیم که درباره وظیفه دولت ها صحبت کنیم. یک راه دیگه که برای این توزیع عادلانه در نظر گرفته شده این است که از دولت که تیر شونیم، خب افراد هستن دیگه، یعنی ما به عنوان فردی که مواجهیم با متن دینی، اما سیستم تشویق و در مقابل او تهدید، تشویق به انجام کار و تهدید برای که اگر تو انجام ندهی چه چیزی آینده تو خواهد بود و چه چیزی تو به او دست خواهی یافت و نتیجه عمل تو چه خواهد شد. ما میبینیم که اگر که به روایات و به آیات توجه کنیم، میبینیم همین سیستم وجود داره، یعنی
تشویق به ای که تو انفاق کنی، حالا انفاق کنی یا ای که بگیم پرداخت کنی، پرداخت کنی حق کسی که امی در مال تو است، حق دیگران را پرداخت بکنی. و از طرف دیگر تهدید به ای که اگر پرداخت نکنی چه اتفاقی بر تو خواهد افتاد. بسیار سخت است و شاید جزء آیاتی باشه که ما به عنوان فرد وقتی با او مواجه میشیم یک مثل آب سرد است که روی آدم ریخته میشه و ما رو متأثر میکنه. در سوره توبه آیه 34 خداوند میفرمایند که کسانی که زر و سیم میاندوزند و آنها رو در راه خدا هزینه نمی کنند و عذاب دردناک بشارت بده. حالی اگر که یک نفر است که میتونه، حالی ببینید ما از حتی میتونیم بگیم که از حق هم بگذاریم، ترشونیم، اگر فعلا میبینیم که یک خانواده است که دو هفته امکان دسترسی به مال خودش را نداره در بانک، میتونیم که خب قرض بدیم حتی. یعنی از این جهت هم میتونیم حمایتگری را انجام بدیم و نگران این نباشیم که پول ما بر نمیگرده و پول ما انفاق شده. هرچند که خداوند خودش میفرماید که در همون سیستم تشویقی که داره هر که مالی را انفاق کنه و هر چی که انفاق بکنید به سود خودتان هست، به این شرط که برای رضای خدا باشه، به این شرط که جز برای دستیابی خوشنودی خداوند هزینه نشده باشه. و هر چی که شما پرداخت میکنید و انفاق میکنید به شما برمیگرده. قرض شاید بر نگرده اما وقتی انفاق میکنید خداوند وعده کرده دادن. بله، در سوره بقره آیه 272 که به شما برمیگرده. و چی بهتر از وعده الهی؟ ما اعتماد به وعده الهی میتونه که بسیار بسیار برای ما کارسازتر باشه تا اعتماد به وعده بشر. خداوند فرمود اگر که تو انفاق کنید تو باز خواهد گشت. و اگر در جریان قرار بگیریم، افرادی که با تشویق ما میتونیم اونها را همراه بسازیم، میتونه که امی وظیفه ما باشه که از این طریق وارد شویم. و اگر افرادی هم هستند که اما شاید که تهدید کارسازتر باشه، بسته که بر روی فرد داره. بله. و خب میبینیم که وقتی که وارد مباحث اخلاقی میشیم، چون بخشی از تربیت انسانی است دیگه، ما دسته های مختلفی از روایات یا آیات یا شیوه های مختلفی از تشویق به عمل و یا دستیابی به یک نتیجه را میتونیم که ببینیم. و آیات قرآن هم وقتی که ما دقت میکنیم میبینیم که امیتور است. یک نفر هست که بسیار روحی خوب و حمایتگر داره، همین که دو بگوییم که این معامله با خداوند است، اثرگذار است، اما گاهی اوقات است که او فایده نمی کنه و باید که بترسانیم از آینده تلخ و دردناک و ترسناکی که در انتظار افرادی است که به دیگران توجه نمی کنند. شاید من بسیار در این نکته جای مختلف رسیدم و نشانه های مختلفی را دیدم از اینکه یک انسان وقتی می تانه ادعا کنه که انسان است که به دیگران توجه کنه. اگر که توانستی یک دیگری تصور کنی، یک انسان دیگه، یک موجود دیگه، یک اندیشه دیگه، و باز تانستی که خود را در جای او قرار بدی و رنج او را بفهمی، میل او را بفهمی، نیاز او را بفهمی، شاید همی فرق ما باشه با دیگه حیوانات و دیگه موجودات. و میبینم که وقتی که ما هر شکل جلسات مختلف پیش میه و ما با هم صحبت میکنم، میبینم که در امی چیزی که ما به عنوان هدف زندگی انسان در نظر میگیریم امی بسیار پررنگ است. یعنی فهم دیگری و تلاش برای فهم دیگری بسیار بسیار پررنگ است و فقط هم در مال خلاصه نمیشه. ما اگر که تانستیم برای دیگران حق حیات قائل شویم، برای دیگران حق رشد قائل شویم، برای دیگران حق استفاده از نعمتهای دنیا را قائل شویم، شاید که ما او موقع بتانیم ادعا کنیم که انسان هستیم،
یا مؤمن هستیم. و خانم دکتر، ببخشید در کلام شما، وقتی که آیات و روایات را هم نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله در اسلام بسیار پررنگ است. یعنی بیش از اینکه اسلام بگه تو به فرد خودت و به شخص خودت بپرداز و خود به کمال برسان، این پرداختن، این رسیدن به کمال از طریق پرداختن به دیگران، توجه کردن به دیگران، روایات اخلاقی فراوان داریم که همه در تعامل ما با دیگران معنا پیدا میکنن، نه در تعامل ما با شخص خود از ما و یا حتی تعامل از ما با خداوند. بله. و این نشان دهنده این مسئله است که شما میفرمایید ما به عنوان یک فرد مسلمان باید توجه بکنم که در دنیای اطراف از ما چی میگذرم و خود نسبت به دیگران مسئول احساس بکنم. بله. پس یک توزیع مال است، یک بار دیگه توزیع منبع است. یعنی همه ما به عنوان افرادی که هم نیاز داریم، هم حق داریم و هم میل به پیشرفت داریم، باید بتانیم که از منابع مالی که در جامعه وجود داره استفاده کنیم، بهره ببریم. اگر یک زمینی است، در گذشته بسیار بوده، حالی شاید کمتر باشه، که موارد فراوان بوده، یک زمینی بوده که بیکار بوده و بیابان بوده، یک نفر تلاش کرده و او را آباد کرده. امی که آباد میکنه، یعنی حق اولویت پیدا میکنه و مال از اون میشه، میتونه که از ثمرات چه استفاده کنه. فعلا ما این شرایط کمتر داریم، چون اونقدر تقسیم بندی شده که شاید جای خالی نمانده باشه. و خب باز یک تقسیم بندی های دیگه هم که داریم، برخی از زمین ها مربوط به بیت المال است و هیچ کس حق دخالت نداره. اما میخوایم بگیم که اگر که منبعی وجود داره که ما میتونیم استفاده کنیم و یک نفر است که میتونه که هم دانش او رو داره و همی که به لحاظ عملیاتی میتونه که از او استفاده کنه، او حق داره که بهرمند شوه. ما که در یک گوشه نشستم و هیچ کاری نمی کنم، خب ما اما سهم خود خوره میگیرم، سهم عمومی اجتماعی را. ولی اگر یک نفر میتونه که، اگر که ما میبینیم که کشور ما منابع زیرزمینی بسیار فراوان داره، معادن فراوان داره، اگر افرادی هستند که میتونند که از این طریق هم خود خود را پیشرفت بدن و هم حق اجتماع بپردازند، مؤمن باشند، افرادی که به دیگران هم توجه میکنند، حالا اولویت خواهند داشت. یک توزیع دیگه هم داریم که توزیع خدمات هست. پس منبع مال و همینطور خدمات. عدالت اقتصادی اتفاق نمیفته در جامعه مگر اینکه همه اینها اتفاق بیفته. اگر که یک امکان رفاهی وجود داره در جامعه، فرض کنید که ما شنیدیم که در یک منطقه است که امیال حتی راه ارتباطی سموسایی نداره. بله. یعنی بسیاری از مناطق مرکزی، مناطق کوهستانی هستند، بینندگان از ما میدونن راه ها بسیار خراب است و هر روز هم خبر میرسه از اینکه کدن فلان کوش مثلا از دره تا شد و دی از هموطنان از ما جان عزیز خودشون را از دست دادن. بله. همین خدمات عمومی اجتماعی که وجود داره باید که بین عمه توزیع شوه و وجود داشته باشه. و من گمان از من است که این اتفاق نخواهد افتاد مگر ای که فردی که میخواهی همین توزیع خدمات انجام بده، یک فردی باشه که در نگاه او عدالت به عنوان یک اصل باشه. همه انسان ها حق دارند که از خدمات رفاهی که در کشور وجود داره استفاده کنه. فرق نمی کنه از کدام قوم باشه، از مردم کدام منطقه باشه، چه رنگی باشه، ثروتمند باشه یا فقیر باشه، همه باید بهرمند شدن. همه باید که استفاده کنن، وگرنه که ادعای ما که نمیتونه که ما ادعا کنیم که کشور ما اسلامی است یا دولت ما اسلامی است، یا بالاخره ادعای کلان نمیتونیم داشته باشیم، چون عدالت اصلی است که گفتمان اسلام بر اساس ما شکل گرفته. و ما وقتی که برمیگردیم به همون دورانی که حضرت رسول در مدینه زندگی میکردند و پایه‌گذار دولت اسلامی بودند، میبینیم که از اصل عدالت هیچگاه تخطی نمیکردن، به هیچ عنوان نداشتن.
و موارد بسیار فراوان داریم از این که عرب و عجم و کودک و جوان و بزرگ و پیر و همه و همه در برابر اما چیزی که به عنوان دستاورد اسلامی شاید که بود و شاید که به عنوان خدمات اجتماعی بود که در اسلام و در جامعه اسلامی توزیع می شد، همه برابر بودند و همه استفاده می کردند. یک روایت هست از حضرت رسول که می فرمایند که افراد امت مثل شانه های اما دندان های شانه هستند و یعنی که اینا با هم برابر هستند. این برابری لاقل در اون سطح اولیه توزیع خدمات اجتماعی باید اتفاق بیفته. و ما باز گمان من این است که اگر که ما قرار است که در سطح خرد آل در محله از خود خود میخواییم که یک توزیع عادلانه خدمات اجتماعی داشته باشیم، تلاش کنیم که ما به عنوان فردی که دغدغه داریم، دغدغه عدالت داریم، دغدغه دین داریم و دغدغه اخلاق داریم، همین کار ما بر عهده بگیریم. چون ساختن از یک گوشه باید شروع شود. امید و ناامیدی میفهمید که مثل همی دومینو هست. یعنی اگر که یک نفر امید داشت، من امید داشتم، به شما امید میدم، شما در فرد دیگه امید میدین، فرد سوم در فرد چهارم امید میدن. و اگر ناامیدی هم همیتر است، یعنی اگر که مصری است و هم دیگه قابل سرایت از حالتهای روحی و روانی، اگر که من ناامید باشم شما هم ناامید میشین بعد از چند دقیقه که با ما گپ میزنید، و نفر سوم هم همینطور، چهارم هم همینطور. حتی که ویژگی انسانی میخوان دکتر بی تفاوتی هم همینطور است. من نسبت به اون چیزی که در اطراف میگذره بی تفاوتم، سعی میکنم که منفعت فردی خود در نظر بگیرم. خون نفر دیگه که در کنار از من همین بی تفاوتی رو از من دریافت میکنه، او هم همه کار را انجام میده. ما در اخلاق همین بحث را داریم، بحث جدی هم هست که صفات اخلاقی مصری هستند. بله. و همدیگه ما انتقال میدیم. و حالا اگر ما بتانیم که دمو فامیلی از خود خو امین بحث آل در حد خرد از کلان نیست، در حد خرد توزیع عادلانه اما دستاوردی که در فامیل ما وجود داره اتفاق بیفتن، خب امین در محله ما سرایت میکنه، در شهر ما سرایت میکنه. بله. و همینطور میتانیم که شاید همین سختی که فعلا هست با همین چراغهای کوچکی که روشن میشه که توسط رفتار اخلاقی ما روشن میشه، شاید بتانیم که شهر نورانی، بله، یک شهر نورانی داشته باشیم. و خب اما چیزی که ما میخواییم این است که یک شهری باشه که در اون شهر وقتی حالا اولاد ما زندگی میکنن یک زندگی مؤمنانه داشته باشند و یک زندگی اخلاقی داشته باشند، زندگی که در او کمترین آسیب به انسان برسه. بله. و بیشترین خدمت به انسان شوه. و همچنان خانم دکتر یک آرزوی که همه ما داریم است که اگر یک نفر ما و ملت از ما و کشور از ما را نگاه میکنه بسیار شاداب شوه و با خودش بگه که چقدر اسلام دین خوبی بود که چنان کشور و چنان ملتی را تربیه کرد، و خدای نکرده برعکسش نشوه که یک نفر نگاه میکنه بخی وحشت کنه که چی رقم شد. خانم دکتر در حد 30 ثانیه اگر یک جمع‌بندی بفرمایید تشکر میکنم. بله. خب مدل های مختلفی برای این توزیع وجود داره که در اما سنت دینی ما و در گذشته ما بحث وقف را ما داشتیم. نذر بسیار مهم بوده که یک برکت بسیار عظیمی در نظر وجود داره، انفاق است و همینطور زکات است، خمس است و موارد دیگه‌ای که انشاءالله ما درباره اونها سعی میکنیم در آینده بیشتر صحبت کنیم. البته سیستم توزیعی که وظیفه دولت هم هست وجود داره که او دیگه انشاءالله میگذاریم برای وقتی که یک ثبوت حداقلی ایجاد شوه. بله. و باز اونجا ایده های مختلفی که وجود داره در دین میتونیم که بیان کنیم. هر کس به حد و اندازه خودش. بله. دیگه من به عنوان یک فرد عادی در بین خانواده و فامیل خودم میتونم کار انجام بدم. یک نفر که یک وظیفه داره، یک چند نفر زیر دستش کار میکنه در حد خودش، و یک نفر که در دولت وظیفه داره و میتونه که یک تغییر بزرگ در کل مملکت ایجاد بکنه، باز او بله خودش. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. انشاءالله که خدا قسمت کنه هفته یا آینده هم در خدمت شما باشیم، استفاده بکنیم. بینندگان عزیز ما، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 عزیزان فراموش نکنید، شماره است که اختصاص به
برنامه شما عزیزان داده شده و شما میتونید که کدام انتقاد، پیشنهاد، سوال اگر که در مورد برنامه خودتان دارید از طریق واتساپ برای همکاران از ما روان بکنید. بینندگان محترم، به لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق شهر زیبای کابل، کابل جان عزیز نزدیک میشیم. دعا میکنیم که انشالله اولا خداوند امن، امان و سلامت را برای مردم عزیز کشور از ما رقم بزنه و هدیه بیاره، و دومی که برای آرزومندانش دعا میکنیم که انشالله خداوند زیارت مسجد شریف امام حسین علیه السلام را نصیب از ما و شما بگردانه. الهی آمین. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.